که در آمدن به قدری سریع میان، مثل یک پرواز پرنده، یه تمثیل، یک تشبیه برای تقریب به ذهن، برای تقریب به ذهن که آمدن اموات از عالم برزخ به قدری به سرعت هست که حالا الان عرض میکنم خدمتتون، شبیه یک پرواز بسیار سریع صورت میگیره، مثل پریدن پرنده میان. واقع مطلب این هست که همونجور که قبلا گفتیم، عالم برزخ با عالم دنیا فاصله مکانی نداره که اموات که میخوان بیان باید هزاران کیلومتر رو مثلا با یه وسیله طی بکنن بیان. باطن همین جهانه، عالم برزخ رتبش بالاتر از عالم دنیاست، تو باطن و ملکوت همین عالم دنیا. این ظاهری که میبینیم الان همینجا تو باطن و ملکوت این عالم دنیا که اگه کسی چشم باطن داشته باشه همینجا میبینه. بنابراین برای اومدن احتیاج نیست تیگه مسافت و حرکت مثلا راهی رو طی بکنن، نه، بلکه به محض اینکه اگه خدا بهشون اجازه بده، همون درجه‌ای که گفتیم باید اجازه بدن بتونن به عالم پایین بیان، به محض اینکه اراده بکنن جایی رفتن رو، توجه بکنم به اینکه من کجا میخوام برم، پیش کی میخوام برم، اونجا هست، همونجا هست. من یه تشبیه میکنم، شما این ظاهر بدنتون وقتی میخواد این برابر بره، احتیاج دارید پیاده برید، مسافتی رو طی کنید، یا با ماشین، خسته هم میشیم تازه. بله احسن. اما اگه الان بخواید باطنتون رو بفرستید جایی، الان مثلا فرض کنید بخواید تصور کنید مشهدی، به محض اینکه تصور کنید رفتید، طی مسافت نکردید، حرکت باطن راه رفتن نیست، حرکت اون بدن مثالی توجه کردن و اراده کردن جایی. به محض اینکه اراده کنه میره، ببینید چقدر سریعه، مثل یک پرواز بسیار سریع. بنابراین اون روایات که میگه به شکل پرنده، مقصود اینه. بلزای قرینم داره که امام کاظم فرمود طائر لطیف، یه پرنده لطیف نامحسوس. لطیف یعنی همون مثالی که نامحسوسه، جسم سنگین نیست. من از همینجا یه چیزی رو میخوام در مورد شریعت بگم که شما اول بحث اشاره کردید، بعضی از این فیلم ها و سریال هایی که بله. تو ماه مبارک بله. پخش شد که خیلی هم از ما سوال میکنن، یکی از این سریال ها دو تا روح سرگردانی رو نشون میداد که به هر حال 5 کیلومتر تا بهشت بله. اسم این سریال بود، که به هر حال یکی از این دو تا روح خانومی بود که 20 سال تو کما بوده، یکی دیگرشون هم ضربه خورده بوده. خب بعضی از قسمت هایی که تو این سریال نشون داده می شود کاملا درسته، این دقت توش شده. مثلا ببینید رفت آمدشون، حرکتاشون وقتی مخواستن جایی برن اراده می کردن اراده بر اتفاق باشن، اتفاق همین چیز که الان گفتیم، همین چیز که الان عرض کردیم. یا گاهی موقع ها تو خواب کسی می رفتن که عرض کردیم روح میتونه، هرچند که ما روح متوفا رو الان اینجا مطرح کردیم ولی اینش مشکلی نداره، میتونه تو خواب کسی دیگری که صلاحیت هایی داشته باشه وارد بشه. اما گاهی موقع ها نقص هایی هم تو این سریال بود. از جمله نقص ها من تو بخش آخرش این رو دیدم که اون خانومی که یکی از اون دو روح سرگردان بود بله. که بعد از اینکه از دنیا رفت و به خواب اون آقایی که به هر حال به دنیا برگشته بود آمد، وقتی اون آقا سوال کرد که شما الان کجا هستی، گفت من حساب و کتابم معلوم نیست تا قیامت. بعد او سوال کرد که حاج فتح الله کجاست، که ما جمال حاج فتح الله هم تا آخر فیلم ندیدیم. گفت یک کله رفت بهشت، اما من هنوز سرگردان هستم تا حساب و کتابم معلوم نیست تا قیامت. این اشکال داره. تو مباحث همین جلسه امروز گفتیم که سیر آخرت سیر انا الیه راجعون هستش، توقف و روح سرگردان و بلا تکلیف ما نداریم که کسی تو برزخ تا قیامت بلا تکلیف باشه. نه خیر، اگه خاطر شریفتون باشه از تو مباحث سوال قبر که گفتیم همون ابتدای ورود به برزخ و عالم قبر، نکیر و منکر میان برای سوال قبر، برای اینکه مسیر شخص معلوم بشه که به سمت رحمت خداست یا به سمت غضب خداست. ایست نداریم، درجا زدن ایست نداریم، توقع بلا تکلیفی نداریم، چون باید این تو اون سیر انا الیه راجعون حرکتش رو انجام بده. اونجا خیلی هم گل و بلبل بوده ها، یعنی انگار مثلا بله بله. خب متها اون جوابی که به اون آقا داد که ما حساب کتابمون معلوم نیست تا قیامت، حاج فتح الله یک کله رفته بهشت، یعنی او حسابش معلومه. بعد ایشون گفت مثل اکثریت مردم، حالا بیشتر مقصودم اینه، مثل اکثریت، یعنی اکثریت مردم بلا تکلیفن.
این یک برداشت سطحی از بعضی از روایاته. در روایات ما هستش که تو سوال قبل اون کسانی که من محض ایمان محضن، محض ایمان هستن، و من محض کفر محضن، محض کفر هستن، از این دو دسته سوال میشه و الاخرون یلها عنهم، اما مابقی رو رها میکنن. اینا گمان کردن که خب اونی که محض ایمانیه عده کمی هن، اونی که محض کفر اونام یه عده کمی هن، مابقی یعنی اکثریت مردم، اینا متحیر و سرگردن. و حالا که بزرگان ما گفتن مقصود از اون که من محض ایمان محضن، یعنی افرادی که تو این دنیا موضع اعتقادیشون روشنه، مؤمنن. بسیاری از مردم اینه موضع عقیدتیشون، مؤمنن. بله. از اینا سوال میشه من محض کفر محضن، یعنی اونایی که موضع کفر گرفتن تو دنیا. اون وقت ما بقی یعنی مستضعفین که نه موضع ایمانی دارن نه موضع کفر، چیزی اکثریت بهشون شاید نرسیده. بله بله. آره. تازه اونام بلا تکلیف و سرگردان نیستن، طبق همون چیزی که اول جلسه گفتیم سیر انا الیه راجعون. تو همین اونوری میشن یا اینوری دیگه ملحق میشن. خداوند متعال تکلیفشو برای ما روشن نکرده، فرموده اما یعذبهم تو قرآن و اما یتوب علیهم. حالا برایند شخصیتی هر کدوم از این مستضعفین هر چی بود خدا میدونه باشون برخورد میکنه. به هر حال این سریال یه نقاط مثبتی که همونجور که عرض کردم تو بحثم گفتیم یه نقاط مثبتش بود، اما اون نقطه منفی هم که اکثریت مردم تو برزخ بلا تکلیف و متوقف هستن، این درست نیست. بله، بسیار متشکرم. ما خیلی فرصت نداریم، فقط من سریع یک سوال بپرسم و آقا هم انشاءالله سریع پاسخ بدن، و اون همین که با توجه به اینکه گفتیم ارواح اموات و اجسام مثالیشون میتونن رفت آمد داشته باشن با این دنیا و یه وقتایی به خوابمون بیان بر اساس رتبهشون، خیلی ها شاید بعضی از نزدیکانشون از دست دادن و شاید مدت ها هم میگذره ولی تا به حال به خوابشون نیومدن، آیا این نیومدن به خوابشون حامل پیام منفیه یا اینکه نه اتفاق خاصی نیست؟ یعنی البته ما این انشالله تو مبحثی که ارتباط زنده ها با اموات که میخوان یه جوری ارتباط برقرار کنن تو خواب یا بیداری اونو مطرح خواهیم کرد. به هیچ وجه اینجور نیست. گاهی موقع ها بعضی از افرادی که از دنیا رفتن اتفاقا آدم های بسیار خوبی هم هستن، دلیل بر این که فرض کنید تو خواب من نمیاد، حتما جاش بده که نمیتونه بیاد، اجازه بهش نمیدن که بتونه بیاد، هیچ دلیل اینجوری نیست. مرحوم علامه طباطبایی برادری داشتن که در تبریز بود، استاد محمد حسین طباطبایی، او شاگردی داشت که با اموات و ارواح اموات در برزخ خیلی راحت تماس می گرفت، با خیلی ها تماس گرفته بود، مرحوم ملا صدرا، با ابوعلی سینا، با خیلی از بزرگان تماس بدن، دلیل بر این که مقامشون بده اتفاقی براشون ما همیشه تعمیم ندیم. بسیار خوب، ما خیلی فرصت نداریم. من از آقای رکنی میخوام که تایم تیتراژ رو هم به ما بدن. من یک سوال از آقای عالی بپرسم با توجه به اینکه اولین جلسه است که بعد از ماه مبارک رمضان و بعد از عید فطر خدمتشون هستیم. آقای عالی، عید فطر از راه رسید و یک ماه تمرین بندگی، و شاید از اکثر کارشناسانمون پرسیدیم این مسئله رو، سال قبل هم پرسیدیم، برای استمرار رمضان امسال چه کار بکنیم؟ جناب شریعتی، واقعش من تقاضایی که دارم و به هر حال درخواستی که از خداوند متعال هم باید هممون داشته باشیم عاجزانه، عادتهای خوبی که تو ماه مبارک رمضان برامون پیدا شده به سادگی از دست ندیم. یکی از عادتهای خوب که سال گذشته به حمدالله یه کلید خیلی خوبی تو همین برنامه خورد، استمرار قرائت قرآن بود که بعد از شروع برقرار. من تقاضا میکنم دوستان بزرگواری که یک ماه سحر رو بلند شدن، سحر خیز بودن، قبل از اذان صبح چشمشون باز بود. ببینید شوخی نیست، امام عسکری علیه السلام میفرماید که سفر به سمت خدا، ان الوصول الی الله سفر لا یدرک، یک سفر بی‌نهایتی است. کسی نمیتونه این مسیر طولانی رو طی کنه الا بامتطاع اللیل، مگر اینکه از شب و سحر استفاده کنه، او رو مرکب خودش قرار بده بتونه این سفر رو طی بکنه. از این مرکب سحر و این عادت سحرخیزی بتونیم بهره مند بشیم. البته ان شاءالله که دوستان و بزرگوار تو این برنامه بتونن یه مکانیزمی، یک به هر حال چگونگی استفاده از سحر رو هم و از به هر حال این وقت عزیز بهترین استفاده رو کردن، این رو انتقال بدن. ولی بینندگان محترم و متدین ما تصمیم و اراده جدی بگیرن بر اینکه این عادت خوبشون رو نگذارن که کم رنگ بشه. خیلی استمرار سحرها، سحرهاتون انشالله پر نور بشه. رو دعا بفهمید.
من اجازه میخوام یک دعای کوتاهی است که از امام کاظم علیه السلام هست. خیلی خوبه که تو سجده ها و تو قنوت ها مؤمنین بخونن، شاید هم بعضیشون میخونن. اللهم اینی اسألک الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. به به، چه از این بهتر. اللهم اینی اسألک الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. خیلی خوب، آمین رب العالمین. بسیار متشکر و سپاسگزارم. خیلی ممنون حاج آقایانی، سپاسگزارم از لطفتون. شما میتونید فایل های صوتی و متنی صحبت های ما رو در سایت ما ببینید، سمت خدا سه.ir. خیلی وقت نداریم، تا فردا خداوند پشت و پناهتون.